درود به هممیهنان گرامی و ارجمند، درود به زنان و مردان دلاور ایران که برای حفظ کشورشان همچنان کوشا و ایستا هستند. درود به روان آنان که جانشان را در راه حفظ ایران از دست دادند. بینندگان گرامی، من نادر پیمایی، عضو شورای نجات کنگره همبستگی ایرانیان، برنامه امروز را تقدیم حضورتون میکنم. در برنامه امروز ما مهمان ارجمندی خواهیم داشت که بنده در هر قسمت معرفی میکنم حضورتون. قسمت اول که جناب آقای دکتر کاوه فرخ، استاد دانشگاه در کلمبیای کانادا و رایزن مسائل تاریخی کنگره همبستگی ایران، من خواهش کردم که امروز تر جلسه تشریف داشته باشن در این برنامه و ما از اطلاعاتشون در مورد مسائل دریای مازندران، از گذشتش و وضعیت فعلیش و همچنین خلیج پارس و اون مسائلی که جزایر حالا امروز مطرحه، ما رو از اطلاعات خودشون بی بهره نذارن. عرض بشود که من میخواستم از اتاق فرمان خواهش کنم که اگه میشه جناب دکتر رو، جناب آقای دکتر فرخ. درود بر شما، سپاسگزارم که در برنامه شرکت فرمودید و من مخصوصا میخواستم که از اطلاعات شما در مورد دریای مازندران و همچنین خلیج پارس اطلاعاتی داشته باشیم. بسیار سپاسگزار خواهم بود که شما از لحاظ سوابق تاریخی هر کدوم از این بخشا مطالبی رو به ما بیان بفرمایید. همطور که میدونیم امپراتوری هخامنشی، یعنی میشه گفت که از اوائل تاریخ شما میبینید که ایرانیان سهم سنگینی داشتن در هم مازندران و هم خلیج فارس. حالا معلوم نیست از کجا باید شروع کرد، اینقدر عظمت داره، ولی شما وقتی میبینید یکی از لشکرکشای داریوش کبیر رو که شما میبینید، همین راه دریای مازندران بود که از راه کشتی عبور میکنن از دریای مازندران که به همین آسیای مرکزی امروز بود که مقداری از اون مناطق رو به اصطلاح باید فتح میکردن و این یکی از اوائل، یعنی از زمان، یعنی هزاران سال میشه گفت که لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی این جزء به اصطلاح دایره ایران بوده، همونطوری که خلیج فارس بوده و کشتی های متعددی البته خوب ساخته میشده، چندین از این کشتی ها بازسازی شدن به توسط محققین ایرانی، ولی جالب اینجاست که تا آخره زمان ساسانی و حتی بعد از انقراض ساسانی شما میبینید که کشتی های ساسانی در حتی در جاهایی از اقیانوس آرام، یعنی میشه گفت که مثلا حتی ویتنام شما میبینید، تایلند، آسیا، حتی متون چینی صحبت از کشتی های ایرانی میکنن. البته در متون چینی پارسیان رو میگن پورسی به چینی، ولی مهم اینجاست که بدونیم که این یکی از این دو منطقه همیشه بسیار جزوی از ایران بودن و در واقع دسترسی دریایی ایران از شمال و جنوب همیشه از این سمت ها بوده و این یک امر تاریخی است و ثبت شده است. البته همطور که میدونیم، همطور که زمان که به جلو میاد و متاسفانه رول امپریالیست که البته با صحبت شو حتما کردیم در گذشته، با بازی با واژه ها و کلمات یک نوع حمله فرهنگی شده که اگه وقت باشه میتونیم امروز کمی صحبتشو بکنیم. البته مخصوصا در مورد خلیج فارس شما با ما صحبت کردیم در مورد قفقاز و تمام اون عهدنامه های واقعا سهمگین و ننگین گل الو
آقای دکتر فرخ صداتون قطع شد. به هر حال چون صدا مثل این که یه اشکالی پیدا شد در مورد آقای دکتر فرخ، بله به هر حال مسئله مازندران چون اول قسمت اونو یه تا حدودی هم من اطلاعات دارم که در این مورد تاریخی و اینا، وقتی قسم عهدنامه های همینجور که آقای دکتر کاوه فرخ فرمودن واقعا ننگین گلستان و ترکمنچای بسته شد، قسمت غربی دریای مازندران که منطقه قفقازی است که شامل گرجستان و ارمنستان و جمهوری آذربایجان فعلی و قسمت شمالیش که قسمت‌های داغستان باشه و قسمت شرقی دریاچه دریای مازندران قسمت‌هایی است که امروز به اصطلاح ترکمنستان این مناطق قرار گرفته. وقتی که به اصطلاح قرارداد ترکمنچای بسته شد و این مناطق به حساب شرقی و غربی و شمالی از ایران رو تجزیه کردن، نتیجتا دریای خزر هم 50% سهمش رو روسیه تزاری و اون روز تسلط پیدا کرد. فقط اینو من از لحاظ یه مختصر اشاره میخواستم بگم که امروز با وجود حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه اون 50% هم مثل این که ارتباطمون برقرار. آقای دکتر فرخ اتاق فرمان مثل که وصل نشده. آقای دکتر فرخ، بله صداتون قطع شد. بله بفرمایید مطلب رو ادامه بفرمایید لطفا. من آماده هستم. بله بفرمایید ادامه بفرمایید ما گوش میدیم. ببخشید ما قطع شدیم. من داشتم صحبت از واژه خاورمیانه میکردم که این واژه مصنوعی است و این اول یه شخصی به اسم آلفرد سایر میهم اینو اختراع میکنن و جالب اینجاست که این واژه خاورمیانه اول چیز متمرکز بود به فقط خلیج فارس. چرا؟ برای اینکه اون زمان دولت امپریالیست انگلیس تازه نفت اون زمان کشف شده بود در منطقه در خود ایران و تمرکز در واقع ژئوپلیتیک لندن اونجا بود. بعد میبینین که کسی که واقعا این واژه رو خیلی منتشر میکنه شخصی به اسم والنتاین ایگناتیوس چیرول. چیرول یک خبرنگاری بود به اصطلاح special correspondent from تهران، یعنی خبرنگار مخصوص از تهران، بعد مال روزنامه تایم، و ایشون بود که خیلی این واژه رو به اصطلاح پخش میکنن. و جالب اینجاست که یک دفعه جناب ماهان به نظرشون میرسه که ما اسم خاورمیانه رو دیگه ما بکنیم ایران، عراق امروزی، تمام عرب‌ها، افغانستان و حتی تبت. حالا این جالبه که تبت چرا باید جزء این واژه بشه؟ چرا؟ برای اینکه از ما داریم از دیدگاه بیگانه لندن نگاه می‌کنیم. یک دفعه می‌بینیم که کشوری که مثل ایران یک دفعه در یک اصطلاح رده بندی میره با کشوری که واقعا بچه مشترک فرهنگی نیست. حالا جالب اینجاست که ترکیه، ایران و قفقاز، ایران تازه دست داده بود، اینها دیگه جزء ایران حساب نمی کنن، یعنی لحاظ فرهنگی دارن سر می کنن ایران رو ببرن به یک سمت دیگه، سمتی که در واقع سنتریت فرهنگی حتی تاریخی نمیشه گفت. بعد جالب اینجاست که وینستن چرچیل که میاد یک دپارتمنتی به اسم میدل ایست دپارتمنت توسط امپراتوری انگلیس، ایشون رئیس این بخش میشن و از نظر ایشون جالب اینجاست که ایران 100% جزء میدل ایست هنوز نبود، ولی بعد از زمان جنگ جهانی دوم 1942 بود که کشور غیر عرب ایران رو تسلیم میگیرن، یعنی موقعی که یک سال ایران تحت اشغال بود توسط متفقین،
تصمیم گیری شد که ایران هم بکنن جزو مدل لیست یا خاورمیانه. این جالبه برای این که این در واقع همون یکی از مراحلی است که سعی میشه که خلیج فارس رو در واقع از ایران جدا بکنن، یعنی در واقع اختراع این واژه برای همین کار در واقع بود، برای این که خب این از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک به نفع این قدرت ها بودش. بعد شما میبینید که واژه خلیج عرب اگه بخوایم اسمشو بذاریم در واقع 1937 اولش تا اونجا که ما میتونیم شخص به اسم سر چارلز بلگریف ایشون میان که این واژه رو اختراع کنن. و جالب اینجاست که ایشون در واقع آدوایزر شخصی به اسم شیخ سلمان بن حماد خلیفه بحرین بودن. بحرین هم که البته داستانش رو ما میدونیم لحاظ تاریخی این جزوی از ایران هست، ولی خب تصمیم گیری داشتن که این در واقع خب این جزوی یک نوع امپراتوری جدید هستش، یه اسم واژه دیگه نمیشه به کار برد و ایشون بودن که این کار شروع کردن. بعد 1951 بود که دعواهای همطور که میدونیم دولت ایران توسط محمد مصدق و مسئله بریتیش پترولیومی که همطور که میدونید، بعد کتابی منتشر میشه به توسط شخصی که برای بریتیش پترولیوم کار میکردن به اسم رادریک اوون. رادریک اوون یک کتابی مینویسن، یعنی دقیقا با کمال یعنی خیلی مستقیم به اسم خلیج عرب و این کتاب منتشر میشه، یعنی در واقع یک حمله جدیدی بود به ایران و به در واقع سمت تاریخیش و حتی به خود تاریخ. و این خیلی سعی کردن این کار رو انجام بدن، حتی تا زمان اخیر که شما نگاه بکنید یک کتابی هم 1990 به توسط پروفسور دانیل پاتس که در استرالیا هستن، دانیل پاتس کتابی می نویسن به اسم تاریخ خلیج عرب از زمان قبل از اسلام. بعد شما این کتاب بسیار جالبه که شما می بینید زمان هخامنشی و اشکانی و ساسانی رو کاملا صحبت می کنن. شاید دو بار یا سه بار در کل این کتاب که دو جلد هستش اسم خلیج فارس به کار رفته باشه. جالب اینجاست که این شخص بعداً انکار میکنن که بله من اشتباه کردم، این کتاب اشتباه بود. البته به جراید ایران اینطوری مینویسن، اینطور میفرماین، ولی این کتاب هنوز هست. و جالب اینجاست که از کسانی که در واقع سرمایه گذاری کردن برای نوشتن این کتاب که البته دولت دانمارک و آکسفورد انگلیس با هم همکاری داشتن، شما ببینید یکی از فامیلای التکریتی یعنی از همون صدام حسین در واقع سرمایه گذاری کرده بودن که توی تقدیرنامه کتاب شما اینو میبینید. بسیار جالبه و این بسیار جالبه که این شخص حالا به چه دلیلی به عنوان یک ایران شناس شناخته میشه، کسی که اول دو جلد کتاب می‌نویسه راجع به تاریخ خلیج عرب و بعد ایشون وادار میشه که بگه بله خب کتاب من اشتباه، یعنی کاملا اساس کار ایشون رو شک هستش و ایشون هم حتی خیلی هم به ایشون احترام میشه و کاملا اجازه میدن که حتی در کتابای ایران شناسی هم مقاله چاپ کنن، کما اینکه در یکی از کتابهایی که اخیرا چاپ شد فکر کنم سال 2007 شاید بود این کتاب که ایشون حمله جدیدی به تاریخ ایران میکنن و ادعا میکنن که کوروش کبیر ایرانی نبوده. یعنی در واقع واژه‌ای که ما باید داشته باشیم اینه که حمله‌ای که به ایران میشه همیشه از راه فرهنگی و تاریخی شروع میشه و اینجاست که ما باید پایبند تاریخمون باشیم و خیلی مواظب باشیم که واژه‌هایی که استفاده میشه رو خود شخص ما ایرانی‌ها چه تأثیری میذاره. کما اینکه خیلی از افراد ایرانی که من دیدم، حتی افراد بسیار تحصیل کرده، کاملا واژه خاورمیانه رو قبول دارن بدون این آگاهی که این واژه کاملا یک واژه توخالی و قلابی است لحاظ آکادمیک.
آقای دکتر، چون به وقتمون یه دو سه دقیقه هنوز وقت داریم، میخواستم بگم که حالا از لحاظ تاریخی که خب اسناد زیادی هست روی نقشه ها مالکیت ایران در کناره های خلیج فارس، این قسمتی که شمال مال ایران بوده و هست و در جنوب هم مثلا بزرگترین منطقمون بحرین بوده، ولی به هر حال روی مصالح سیاسی روز در رژیم گذشته یک به حساب توافقی بین وقتی انگلیس میخواست از خلیج فارس خارج بشه، یه توافقی شد که البته امریکا هم دخالت داشت که این سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ تنب کوچیک به مالکیت ایران در بیاد، در عوض ایران هم با مراجعه به رأی عمومی در مورد بحرین موافقت داشته باشه. حالا به هر شکلی این تثبیت شده است، یعنی آخر یه توافقیه. آیا میشه هر روز این توافقهایی که بین دولت ها انجام میشه، انگلیس نمیدونم سهه میذاره، امریکا سهه میذاره، این امارات عربی قبول میکنن، بعد یه روزی که حالا مثلا یه جمهوری حکومت غیر مردمی بر سر کار اومده که با تمام دنیا به اصطلاح این سر جنگ داره و واقعا همه چی رو به خطر انداخته، آیا میشه این قراردادها رو ندیده گرفت؟ سوال بنده این. خیلی سوال جالبی است، برای اینکه قراردادها وقتی که بحث میشن البته سبک هست، تاریخی هست، ولی زود هم فراموش میشن. و الان شما مسئله که میبینید اینه که خیلی از دولتی که میان سر کار، برای اینکه من ببخشید پشت خط هستم، صدای من بیاد؟ بله بله بله، صداتون میاد. خیلی از دولتی که سر کار هستن، مثلا بر خود ایران یا هر چه که نگاه کنید، ببینید که باید سعی کنن از منافع همون موقعشون دفاع بکنن. حالا من در واقع اگه ایران رو شما نگاه بکنید خیلی شباهت داره به دولت انقلابی، مثلا 10 تا 20 سال بعد از انقلاب، که مثل خود همین شوروی که چندین سر داره، آدم نمیدونه که کی چی کار میخواد بکنه. مثلا برای این قراردادها مثلا شما یه افرادی که میبینید که واقعا خوب هستن، این افرادی که دقیقا مطلع هستن، ولی مسئله اینجا اینی که چه کسانی به نفع ملت و دولت ایران کار میکنن و چه کسانی نمیکنن. بدون این که حاشیه برم، توی وبسایت من میبینید یک برنامه شما از تلویزیون ایران میبینید که یکی از اشخاص، حالا اسم نمیبینید، یکی از اشخاص مثل که شما نیروهای انتظامی یا امنیتی هستن، میبخشید دقیقا پشت تریبون تلویزیون میگن کشورهای خلیج عربی. شما باور میکنید این اینو میگم؟ یعنی به قدر این آدم تعجب میکنه به زبان فارسی که اصلا حتی مخبر مجبور میشه ایشون بگن که منظور شما کشورهای عربی زبان خلیج فارس، ایشون میگن نه خیر خلیج عرب. خب مسئله اینجاست که یک عده هم هستن الان توی کشورمون که علاوه ایدئولوژیکی یک دیدگاه دیگه ای دارن نسبت به این مسئله. پس این منم البته یک سوالی که دارم برای همه اینه که این چه اثری داره روی این دیدگاهی از قراردادها و این چه اثری داره روی منافع کشور ایران؟ کما این که دریای خزر هم که شما نگاه بکنید، البته من در این امور قانونی هیچ متخصص نیستم، ولی مطلع هستم که افرادی هستن کتاب هایی در جعبل دادن بیرون در مورد اینکه چجوری تجاوز شده به حق و حقوق ایران، مخصوصا در مورد دریای خزر، و این که ما چقدر از این آبها رو که واقعا مال ایران هست، یک نوع تجزیه دیگه هم میشه گفت، یک ترکمن چای جدیدی شاید شده باشه در مورد همین موضوع. یعنی ایران در واقع یه حالت کمپرس هستش از راه شمالش، راه دریای خزر، و هم از راه جنوب که شما نگاه می‌کنید دریای مازندران یا خلیج فارس. هر دو مورد می‌بینید که
مسائل اقتصادی و باز پترولیوم و نفت. بله جناب دکتر، خیلی خیلی سپاسگزارم، ولی خودتون میدونید ما واقعا باید ساعت‌های زیادی رو از شما خواهش کنیم در این موارد بیشتر با بینندگان به حساب صحبت بفرمایید که مطالب واقعا باز بشه، ولی با این وقت کم فقط میخواستم نظر کلی شما رو که حق ایران، مالکیت ایران در شمال روی دریای مازندران و در جنوب در خلیج پارس حق ایرانه و هیچ نوع چی گذشتی نباید ملت ایران بذاره به این حقوقشون تجاوز بشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. بازم خواهش خدا بزنی که در وبسایت من دوستان برم میبینم که یک تلگرافی که جمال عبدالناصر زده بود دقیقا با خط خودش نوشته خلیج فارس. بله نقشه هایی که شما که بهتر از همه میدونید واقعا نقشه هایی که هستش مال شاید 100 سال 200 سال قبل، اصلا اون موقع امارات عربی نبود، تازه سعودی عربستان سعودی هم اصلا جز بیابان چیزی دیگه نبود که اینا حق نمیدونم مالکیت خلیج پارس رو داشته باشن. به هر حال بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از این لطفتون که همیشه میفرمایید و زحمت قبول زحمت میکنید. بسیار سپاسگزارم و در خدمت شما و عزیزان هستم. قربان شما، درود بدرود با شما. من به بینندگان عزیز یه مطلبی رو عرض کنم و اونم این است که هر سال ایام نوروز یک واقعا تظاهرات ملی به صورت رژه نوروزی معروفه انجام میگیره و واقعا این هر سال گسترده تر بهتر و واقعا چشمگیرتر. امسال هم باز به همین شکل نمیدونم 8 ساله یا 9 ساله این رژه انجام میگیره. البته از تلویزیون های مختلف هم این چیز پخش میشه، به اصطلاح تصاویر پخش میشه، ولی ما امسال من از یکی از همبندان بسیار ارجمندمون که از بنیانگذاران این کارن، یعنی از 2 نفرشون باید اسم ببرم، آقای ایرج جاوید و آقای مرتضی افتخاری که همبندان کنگره هستن و من امروز از آقای ایرج جاوید خواهش کردم که تشریف بیارن و این یه سابقه ای از این بدم و ما هم تصاویر رو نشون بدیم و من خیلی دلم میخواست که تصویر آقای ایرج جاوید هم داشته باشیم. متاسفانه به وقتی که اینجا آرشیو رو بتونن بگردن پیدا بکنن نشد. حالا دیگه به صداشون اکتفا میکنیم، با بیانات خودشون بگن که اصلا این از کجا شروع شد و حالا در چه وضعیه و چه کسانی واقعا زحمت این کار کرد. آقای جاوید، درود بر شما جناب جاوید عزیز. من یه مقدمه خیلی کوتاهی گفتم از این رژه که و خواستم فقط خود جناب عالی، متاسفانه همون جور که خدمتتون عرض کردم تصویرتون رو نتونستیم پیدا کنیم، شاید برای یه جلسات دیگه‌ای که در حضورتون باشیم حتما قبلا این کار انجام خواهیم داد، ولی امروز متاسفم که بینندگان تصویرتون رو نمیتونن ببینن، ولی صدای شیرین و مطالبی که بیان خواهید فرمود که از عظمت این رژه مال مراسم نوروزی است اینا عنوان بفرمایید و ما ضمن این که صحبت شما رو میشنویم تیکه هایی از این چیزا رژرم نشون میدیم که بینندگان ببینن واقعا چه عظمتی داشته. بفرمایید بگوشیم. من میخواستم فقط به ما بفرمایید این از کی شروع شد، بانیانش که من شما 2 نفر همبند عزیز جناب شما و آقای افتخاری رو که عرض کردم قبل از اینکه جلسه چیز با شما صحبت کنیم که از بانیان اولیه بودید، همین الان هم با دوستان دیگهتون، ولی خب افراد دیگه ای هم هستن که با شما اونجا همکاری میکنن که این کار به این بزرگی به این عظمت رو در یک کشور غریبی که واقعا افتخار آفرینه. و بفرمایید که این از کجا شروع شد، حالا در چه مراحلیه و افرادی که خواستید اسامیشون رو بفرمایید. با درود به جناب علی و همه بینندگان و همیهنان گرامی داخل و خارج از ایران، اجازه بفرمایید من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم. بله بفرمایید. جناب علی لطف فرمید و اگر سوالاتی هست مطرح بفرمایید که من پاسخ
خودم و در این مدت اون تصاویری که نشون داده میشه، خب جنابالی میتونید سوالها رو جوری بفهمید که به اون تصاویرم بخوره. در حدود 9 سال پیش، یعنی در حدود سال 2004 میلادی، در اینجا در نیویورک که به اصطلاح محل زندگی ماست، 4 تا خانواده ایرانی دور هم نشستند و این ایده این جشن و رژه نوروزی توسط این 4 خانواده شکل گرفت و دلیلش هم این بود که بعد از جریان حمله تروریستی به مرکز فانشد، مرکز تجارتی نیویورک و برج دوقلو، خیلی سخت شده بود زندگی برای همه کسانی که از کشورهای مسلمان اومدن اینجا و از منطقه خاورمیانه اومدن و من جمله ایرانی ها، و همه ما رو به یه چشم دیگه نگاه میکردن و همه در تکاپوی این بودیم که اقدامی بکنیم که واقعا به این ملت امریکا، ملت مهماندار ما، بفهمونیم که ملت ایران چی هستند و تمدن ما چقدر قدمت داره و چه جور مردمی هستند و شاید یه مقدار تغییراتی در نحوه دید اونها نسبت به ما ایجاد بشه. که البته این ایده همونطور که عرض کردم در اون موقع شکل گرفته بود و برای اقدامات لازم برای دریافت یک پروانه برای این جشن و رژه، چون میدونیم در نیویورک گروه‌ها و ملیت‌ها و اقوام دیگری هم هستند که رژه‌های متعددی دارن. یکی از مهمترین رژه‌هایی که در نیویورک هست رژه ایرلندی هاست که متجاوز از 170 سال قدمت داره و بزرگترین رژه است در نیویورک. همینطور رژه یونانی ها هست، رژه پورتوریکن ها هست و غیره. و ما گفتیم که خب چرا ما نتونیم یک همچین کاری را انجام بدیم برای نشون دادن و به اصطلاح آشنایی بیشتر تمدن خودمون و مردم خودمون به امریکایی ها. بسیار اقدامات لازم برای دریافت پروانه برای این جشن انجام شد و خیلی سورپریز شدن اون 4 خانواده وقتی که این موافقت پلیس گرفته شد. البته من جزئیاتش اگر بخوام بگم خیلی طولانی میشه، ولی همینقدر خدمتتون عرض بکنم که کار آسونی نبود و بالاخره این پروانه به ما داده شد، یعنی به اون گروه داده شد و به مجرد موافقت پلیس یک فراخوانی تهیه شد و برای ایرانیان مقیم منطقه، بین ایرانیان مقیم منطقه پخش شد و من یکی از اونهایی بودم که توسط دوست عزیزم آقای دکتر اسدی و خانمشون که یکی از اون خانواده ها بودن دعوت شدم که به اولین گرد همایی برای تصمیم در مورد این رژه برم و آقای افتخاری هم از چند ماه بعدش ایشون هم به ما ملحق شدن و دوستان دیگه ملحق شدن و جلسات تشکیل می شد و اقدامات اولیه انجام می شد. چون ما حتما فقط 2 ماه، شاید 2 ماه و 1 هفته وقت داشتیم از زمانی که به ما اولین پروانه رو دادن تا زمانی که ما می خواستیم این رژه انجام بشه. جز اولین تصمیماتی که گرفته شد و می شه گفتش که این تصمیمات سنگ بنای این رژه بود، از روز اول این سنگ بنا بر 2 تا اصل استوار بود. یکی این که این جشن باید یه جشن نوروزی باشه. دلیلش هم این بود که همونطور که خودتون بهتر از من میدونین، چون آدمی هستین، انسانی هستین در تاریخ ایران، جشن نوروز یک قدمت 7000 ساله داره تقریبا که از زمان قبل از حتی
مهاجرت آریایی ها از شمال آسیا به سرزمین مقدس ایران، این جشن شروع شده بوده و جشن گرفته می شده و بعد هم ادامه پیدا کرده در حدود بین 6 تا 7 هزار سال قدمت جشن نوروز می دونن. و این جشن نوروز همیشه به صورت یک در واقع چسبی بوده که اقوام مختلف رو با هم نگه داشته و آزادی و استقلال رو برای این اقوام همیشه برمغان آورده و هر وقتی که ما وضعمون از هم پاشیده شده، جشن نوروز باز یکی از اون فاکتورهای خیلی مهم بوده در اتحاد ملتی که همیشه در سرزمین باستانی ایران زندگی میکردن. پس جشن نوروز یکیش بود. دوم پرچم سرنگ شیر خورشید نشان بود که یک نماد ملی و سکولار، یعنی غیر مذهبی، که قدمت اون هم در تاریخ باستانی ایران از نظر علامت شیر خورشید به خصوص، حالا رنگ ها بعدا عوض شده و در زمان قاجار به اوایل قاجار به سرنگ سبز و سفید و قرمز تبدیل شد، ولی علامت شیر خورشید از زمان میترایی ها و زمان هخامنشیان به نحوی از آنها در شکل‌های مختلف روی پرچم اصلی ایرانیان دیده می‌شد و این پرچم مورد قبول و احترام همه اقوام و اقلیت‌های گوناگون دینی و زبانی تمام ایران بزرگ و الان هم در تمام اون مناطق و به خصوص در مملکت در میهن عزیز ما ایران مورد احترام همه است. و ما میخواستیم که این پرچم به عنوان پرچم اصلی رژه مورد قبول قرار بگیره و همه روی این موضوع رأی دادن و پرچم انتخاب شد و الان هم که 8 سال از اولین رژه میگذره، این پرچم به خوبی جای خودش باز کرده و حتی در 4 سال گذشته، 5 سال گذشته، هر سال یکی از پرچم‌های سگانه‌ای که توسط گارد احترام پلیس جلو جلو در صف مقدم رژه و جشن نوروز ایرانیان حرکت میکنه، پرچم پر افتخار جناب جاوید اجازه بدید که آقای اتاق فرمان، این تصویر رو که نشون دادید خواهش میکنم یه ذره روی صفحه نگه دارید، چون من یه مطلبی حالا با جناب جاوید میخواستم صحبت کنم. همین تصویری که گذشت، بله بله همین کافیه. جناب جاوید ببینید، اونجوری که شما گفتید تمام سعی شما و همه اونایی که زحمت این کارو میکشن در به حساب نشون دادن ملیت و هویت ایرانیه با تمام اون اقوام مختلفی که توش هستن و بودن و حالش هم هستن، و همونجور که فرمودید پرچم نمودار همبستگی همه ما ایرانیان است. حالا اینا جمهوری اسلامی عوض کردی که خود جمهوری اسلامی اصلا از بیخ و بم مورد قبول ملت ایران نیست. بنابراین ما این پرچم رو به یادگار از 10 سال، 50 سال، 100 سال قبل نداریم، خیلی سالهای قبل شکلاش عوض شده ولی اینو حفظ کردیم. اینو من این تصویر رو ببینید جناب جاوید، با شما چون صحبت کردیم من لحاظ اطلاع بینندگان دارم میگم، این تمام این رژه مملو از حس احساسات واقعا وطن پرستی همه اقوامه. این گروهی که دختر خانما رو میبینید گروه ایرانیان ارمنی ایرانی هستن، یعنی اینا هم یک از لحاظ اقلیت قومی یا مذهبی جزوی از این رژه شرکت میکنن. لباس هایی که پوشیدن در منطقه قفقازیه آذربایجان، یعنی جمهوری آذربایجان که البته اول ارام بود ولی اسم قلابیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و داغستان، اینا لباس های محلیشون، زنا و مردا تقریبا میشه گفت شبیه همن. خب این گروه ارامنه رو که شما ایرانی های ارمنی رو میبینید با همون لباس های محلی خودشون اومدن، خیلی هم قشنگ. ولی ببینید این حساب سیاست کثیفه و واقعا مزورانه دولت های بیگانه چیه؟
اینجا یه پرچمیم که میبینید همین الان علم کردن، این تقریبا نزدیک پیاده روه و این پرچم جمهوری آذربایجانه. چرا آوردن با این چون این لباسا با لباسای آذربایجانی هم میخونه، حتی در آذربایجان خود ما هم این لباسا مصرف میشه. فقط آقای جاوید شما چون این توضیحو بفرمایید بینندگان بیشتر روشن میشن. من میخواستم ببینم بگم که شما این رژه به این پاکی، به این عظمت، به این ایرانی بودن رو دیدید، یه دفعه یه همچین صحنه کثیفی رو دوباره بیگانه میاره. این یه آدمی است مزدور، بهش فرض کنید $1,000 هم بدن بگن آقا برو اونجا وایستا، وقتی این لباسا که اومدن ارامنه، مثلا چون آذربایجانی هم یه چیز خاص خودشونو دارن ها، به غیر این ارامنه آذربایجان ایران هم داره. این پرچم رو با نهایت ناجوانمردی، با نهایت ریاکاری و یک نوع دزدی، یعنی این زحمتی که آقایون اونجا یا خانوما اونجا کشیدن، یک نفر میاد با این پرچم کثیف، باید من بگم کثیف، چون این به دخالت به کار حق ما ایرانی هست. جناب جاوید این آدم چه جور وارد این صحنه میشه که این پرچم رو در میاره؟ ببینید قربان، ما با تمام سعی و کوششی که میکنیم یک مقدار محدودیت در تعداد آدمایی داریم که اونجا رو کنترل میکنن. درست. این اشخاص که دوستان ما هستن و کنترل میکنن که این اتفاقات نیفته، بهترین سعیشون میکنن که همچین اتفاقی در داخل خود گروهی که مشغول رژه است نیفته و روی اون فلوت ها، روی اون عرابه ها چنین اتفاقی نیفته. کما این که همین امسال یکی از این پرچم یه پرچم دیگری رو در مورد کردستان میخواستن روی یکی از این عرابه ها نصب کنن که من خودم کشیدم پایین، ولی اونهایی که میان به عنوان تماشاچی، ببینید من این توضیح بدم که همین امسال متجاوز از 25,000 تا 30,000 تماشاچی اونجا بود. خب این تماشاچی ها از تمام مناطق ایران باستانی، امپراتوری ایران بزرگ میان، از تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و از منطقه خیوه و از افغانستان، یه مقدار از پاکستان، یه مقدار هندی ها میان، از ترکیه میان، بلوچ ها میان، تمام مناطقی که نوروز را در این قرنهای متمادی جشن میگرفتن میان. شما اگه ملاحظه فرمایید به عنوان یک تاریخدان، آقای جناب مهندس پیمایی خودتون میدونین نوروز رو من اینجا شمردم به 11 لهجه مختلف تلفظ میکنن. یکی میگه نوروز، یکی میگه نوروز، یکی میگه نوروز، ولی همه نوروز رو به نحوی میگن و جشن میگیرن. خب همه اینها از همه این مناطق میان و خیلی سخته که پیاده روها رو ما بتونیم کنترل بکنیم. کما اینکه ما دشمن هم خارجی داریم هم داخلی برای این رژه. سالهای قبل یکی دو بار سعی کردن که پرچم جمهوری اسلامی رو هوا بکنن جلو این دوربینا که ما به هیچ وجه اجازه ندادیم، برای اینکه این رژه فقط یک پرچم داره، یک پرچم رسمی داره و اونم پرچم سرنگ شیر خورشید، نشان پر افتخار ایرانه و کسی حق نداره پرچم دیگه ای غیر از اون به عنوان پرچم ایران بیاره بالا. البته ما پرچم سازمان ها رو هم اونجا داریم و پرچم آمریکا رو هم داریم به احترام به کشوره که مهماندار ماست. بله، ولی پرچم های ایران همه شیر خورشید نشانه. بله. و خیلی سخته که بشه کنترل کرد. این آقا همونطور که در اون تصویر میبینید، در فکر میکنم که تقاطع خیابون مدیسون و 33 از ساختمونش من حد زدم، این اون کنار ایستاده بوده. به محض اینه که سرکله یه دوربین، یک کاس پیدا شده با دوربینش که عکس میگرفته، میبینین با چه سعی کرده اون پرچم قلابیش بیاره بالا و حتی خود آذربایجانی های آرانی که در این هستن زیاد که در این رژه شرکت میکنن، هیچ وقت این کار نمیکنن و همشون احترام میذارن به پرچم شیر خورشید ما، به
به استثناء یه دن ناراحت جاسوس مزدور مزدورای علیو و غیره و دو تا این عکس گرفته، دو تا عکس گرفته شده که البته اون باعث ناراحتی ما نیست، چون ویدیو رسمی این رژه که همه جا پخش میشه اون دو تا پرچم اصلا توش نیست، اینا فقط این عکاس عکس گرفته و حالا به نحوی پخش شده به دوستانی که بعدم به دست شما رسیده. فقط میخواستم به عرضتون برسونم که به هیچ وجه ما اجازه همچین کاری رو نمیدیم در داخل پرید، ولی متاسفانه با بودن هزارها نفر مثلا در سال 2006 که بزرگترین رژه ما بود و هوا خیلی خوب بود، دو تا پرچم جمهوری اسلامی رو سعی کردن بیارن که ما فوری ازشون گرفتیم و پرچم ها رو دادیم به پلیس، اونا هم بردن، ولی امسال ما این رو ندیده بودیم و اگرم این کار کرده مطمئنم که برای خیلی مدت کوتاهی بوده، برای که میترسن چون ملت ایران حتی در اینجا هم نمیتونن طاقت بیارن که یک همچین غلطی کسی بکنه توی رژه ما. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب جاوید. من البته هم میخواستم که واقعا عظمت این رژه رو و زحماتی که شماها اونجا کشیدید و میکشید و دیگر دوستانتون از اینا یادی کرده باشیم و هم واقعا ملی بودن. یک دونه پرچم بدون شیر و خورشید شما در تمام مثلا آذربایجان، نمیدونم کردستان، یک شعاری خیلی قشنگی که درست کرده بودید واقعا چیز بود، برای من جالب بود. بالا نوشته من ایرانیم، من ایرانی آذریم، من ایرانی کردم، من ایرانی اهوازیم، من ایرانی بلوچم. تمام اینا اون نشون میده که این ملت یکی بودن، یک پارچه بودنشون برایشون اصلا اون روح و روان برای این ملت. یعنی ماها اگه اینجا یه زندگی میکنیم فقط به امید اینیم که ما یک پارچه باشیم، چه در یعنی داخلمون که اونجوری هست بایدم باشه، و نسبت به تاریخمون، هویتمون، ملیتمون علاقه داشته باشیم. این تیکرم پرچم رو من مخصوصا خواهش کردم که روش یه ذره توقف کنیم که کسایی که به حساب نمیدونن جریان چیه یه دفعه ابهامی پیش نیاد که این پرچم بس چیه، بس اینا هم بودن، این که مال جمهوری آذربایجانه. نخیر، این یه نوع دزدیه، هیچ فرقی نمیکنه. البته خب اگه آقایون اونقدر تعداد پرچم ها رو فقط شما تماشا کنید این ملت با چه شور و تظاهراتی این کار رو انجام میده. به هر حال خیلی سپاسگزارم، من دیگه مزاحم شما نمیشم، به شما بدرود میگم. اجازه بفرمایید، من میخواستم بفرمایید این رژه خیلی رژه موفقی بوده و کاری که ما میخواستیم انجام بشه شده، اثراتش روی مردم خودمون خیلی خوب بوده، به صورتی که این رژه تقریبا تبدیل شده به یک مراسم دیز و بازیره. البته امسال باز من میخوام توضیح بدم 3 هفته تعویق افتاد در کار رژه، علتش هم این بود که امسال مراسم عید پاک و 2 تا دیگه از رژه های بزرگ که در نیویورک انجام میشه به تداخل کرده بود در وضعیت تقویم رژه ها در نیویورک، و ما سعی کردیم که طبق معمول، ببینیم ما معمولا یک شنبه بعد از سال تحویل یا یک شنبه بعد از اون، یعنی یا یک شنبه اول یا دوم بعد از سال تحویل قرار دادیم برای این رژه، ولی امسال هر کاری کردیم نتونستیم برای اون روز پروانه بگیریم و مجبور شدیم که بندازیم به تاریخی که افتاد، که تقریبا 3 هفته تعویق بود، ولی از امسال از سال آینده به بعد سعی خواهد شد که همون یک شنبه اول یا یک شنبه دوم باشه که از نوروز دور نشه، و از این نظر از مردم معذرت میخوام و امیدواریم که تعداد بیشتری از هموطنان، همیهنان عزیز از همه جا هم در این رژه ها شرکت بکنن، هم به ما کمک بکنن، چون واقعا ما به کمک مردم نیازمندیم و از هیچ دستگاهی و دولتی و سازمانی
سازمانی کمک گرفته نمیشه، اینا هم از جیب خود مردم و جیب پایه‌گذاران و کسانی که این رژه رو پیش میبرن انجام میشه. اثرش روی مردم خودمون خیلی خوب بوده، اثرش روی روزنامه ها خیلی خوب بوده. هر سال تعداد زیادی از روزنامه های نیویورک مقاله می نویسند راجع به تمیز بودن، متمدن بودن، زیبا بودن و رنگارنگ بودن رژه ایرانی ها. مرتب نوشتن و دعوت کردن امریکایی ها، هر سال تعدادشون بیشتر میشه و خیلی اثر گذاشته روی این که بشناسونه ملت و تمدن ایران رو به این مردم و اینکه حساب ما را از حساب دولت و اون کارهایی که در تهران و یا به صورت بین‌المللی توسط رژیم تهران انجام میشه حساب ما رو جدا بکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب جاوید و آرزوی موفقیت برای شما و برای دیگر دوستان که در این امر به این بزرگی شرکت میکنید، بانیان این کار بودید، آرزو میکنم که موفق باشید. بدرود. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. بدرود. زحمات شما. بینندگان گرامی، وقتمون دیگه زیاد نمونده، البته من مطالب دیگه آماده کرده بودم که بلکه بشه، ولی دیدم خب این دوتا مسئله امروز برای اطلاع شما، شاید البته از آقای دکتر فرخ من واقعا شرمندم که وقت کمی در اختیار گذاشت، نداشتیم که بذاریم، تقسیم بندی اینجوری بود، ولی سعی خواهیم کرد انشالله در برنامه های دیگه هم باز از حضور ایشون، اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. و این رژیم مخصوصا برای توضیح بیشتر وقتشو من چیز کردم، برای همین مسئله پرچم بود. یه خبری رو من خدمت بینندگان بدم، همین مسائلی که میبینید که پرچم جمهوری آذربایجان در خیابون نیویورک در رژه ایرانی ها به این صورت واقعا ناجوانمردانه و دزدانه عمل میکنن، خب ما در یه شرایط قرار گرفتیم که باید خود مردم، یعنی مال هر منطقه، برای فکر بکنه برای یک پارچه نگه داشتن ایران چی کار باید کرد. این چندین، یعنی هفته است که پشت سر هم دعوتی کردیم از تعدادی از ایرانیان آذربایجانی، چون اینا به نام آذربایجانی و یا نماینده مردم آذربایجان در این مجالس، محافل یا به افراد مؤثر مراجعه میکنن، نمیدونم خودشونو نماینده آذربایجان تعیین میکنن، خودمختاری میخوان، خودمختاری که نمونش حداقل ماها یادمون هست یا تاریخی نگذشته، پیشوریه، یعنی به هر حال تجزیه ایران. بس این وظیفه من فکر میکنم نه تنها برای تنها آذربایجانی، برای همه ملت ایران این وظیفه است، ولی مخصوصا آذربایجانی که جلوی همین افراد مزدور یا به حساب عامل بیگانه که خود را نماینده مردم آذربایجان معرفی میکنن جلویشون وایستن. یک جمعیتی درست شده از ایرانیان آذربایجانی به نام نگهبانان یکپارچگی ایران، و اینو من شاید در هفته های بعد کاملا توضیح بدم فعالیتش چیه، افراد کیا اینو تشکیل دادن و چی برنامه هایی رو منظورشونه. این از اسمش معلومه، نگهبانان یک پارچگی ایران، یعنی ما درست مال آذربایجان هستیم ولی برای تمام ایرانه، یعنی ما نگهبان بلوچستان هم هستیم، ما نگهبان خوزستان هم هستیم، ما نگهبان کردستان هم هستیم، ما نگهبان خراسان هم هستیم، یعنی همه. ولی از یه جایی باید شروع میشد که این شروع شده خوشبختانه. این یه مسئله است. مطلب دوم اینه که باید به عرضتون برسونم یه تغییری در برنامه یک شنبه دیگه، چون اگه ملاحظه بکنید در این برنامه ما، یعنی کنگره همبستگی ایرانیان، ساعت 8 صبح به وقت یک شنبه پخش میشه و ساعت 17 به وقت اروپا پخش میشه و به ساعت 19:30 یا 7:30 بعد از ظهر ایران پخش میشه. استثناءً چون یک مسابقه بسیار مهم فوتبال ایرانه و مؤسسه این تلویزیون پارس هم برای بزرگداشت و واقعا احترامی که به اون جوانای فوتبالیست قائله، میخوان بازی اونا رو پخش کنن، از ما خواستن که ما این ساعت خودمون رو واگذار کنیم. ما هم با کمال میل این کار رو قبول کردیم. البته
با تأخیر، نه اینکه به کلی حذف نشده، با 3 ساعت تأخیر پخش خواهد شد. فقط استثناءً برای 6 می، یکشنبه 6 می، عوض ساعت 8 صبح به وقت غرب امریکا به ساعت 11 به وقت غرب امریکا، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا عرض بشود که به همین ترتیب ساعت‌های مختلف. و البته اینو از لحاظ چیز آگهیش هم قبلا خواهیم داد و تلویزیون هم اعلام خواهد کرد. و این همکاری بود که ما خواستیم با تلویزیون پارس در یه همچین کار ملی مشارکت داشته باشیم. وقت و من فکر میکنم دیگه تموم شده. من با همه شما بینندگان بدرود میگم. پاینده ایران. دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان، نوجوان ما ای نهال جاودان، نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنند، این چنین مرگ و فرفشانند چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما ندی، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی، از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم، از چکا چاک شمشیر.